Bourbon. او نام خدا نام خدا چی گپ است امروز مچم؟ نایفم سلام تبریک باشه بر تبریک تبریک سلام تبریک باشه او سلام 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 تبریک باشه بر شما زیاد بچه پوپا زیاد رنگ تغییر کرده چرا تو به من گیت طرف برانچ دیم نه حالا جامناستیک شروع کردم جامناستیک شروع کردم سلام علیکم سلام تبریک باشه چی گپ باشه تبریک باشه بسیار بر فر تبریک میگم یکی ما مثلا دقیقه در وقت همین قسم زرد و پرت میزنیم یا مثلا اقتصاد ما خراب است یا مثلا جان بیشی که مواد ما را فایل نکری بیشی مقصد کلانگه بسیار خاص است چی گفت است؟ خب چرا؟ چی شده؟ یک لنگ جراب تابی حالا پیش شما مانده چرا؟ کارتای پینجو رو بگی یادت هست یادت هست که اولین بار نمیلی بستید او برای ما معلوم هست برای ما معلوم هست همی الان قرضه هست یه دکاندار که برای اولین بار قرضه هست آنش نمی یک ترموز چوی تو با اون نمیلی خود یک پاپی گنگ داشتم من رفتم که نمبر تلفن شده بگیرم پاپی رو پدرش آه این قصه سر مام از یک دفعه دیگه از شما آخو پاپی پاک پاکی یک درست از مام از یک دفعه سر داشت که بسته دیگه که من سر مام که ما میرادم سر مام ارکش کش میکرده که من تا اولین بار کابت نزار محبت کردم و دیگه نمبر تلفن داد و نمبر بیویش برام از بسیار که تو جفا شده قسم جا بسیار جفا شده تا چی گفت شد؟ وقت خوالی چی هست؟ دوست عزیز سالگرد سالگری اولین سالگری قاب گفتگو است بله بله دوره که شما میدید وقت خوالی شما این نگفتن ما را که دوستایی تو فکر نکرده باشن که ولایا روز عاشقاره تجلیل کردن ما روز عاشقاره تجلیل نکردیم ما را چه باشوکی منتصف اینمی یک گله که ما آوردیم برای خاطر فرزانه جان سمیمیت بخاطر خاطر از اینکه قام گفتگو یک ساله شده برنامه ما مصادف شد به روز عاشقا آرم شده امیجان بله گفا باشه من سوکی دیگان برتون دارم تا سه میخونم باز یک سپرایز میخونم خیلی باش که کیک از کیک یک بگیریم 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 تبریک فکر کنم که کیک از خوردار کشیدن خوب شمه نه شمه نه فکر کنم که ضرورت خورد خوب مکت شم دارم ایتون باش نه شم هر کس که خوردش ضرورت میخوره خوب او ببینی که بعدر قند ما باسدی تو میخوره هر تو کم کم بگیرین کلام گپ نیست خور فرزانه دیگه خودت از ما من میگیرم پس میویش میگیرم دست ما گیر کرد. ما بباسی ما ویژیتریان هستیم ما ویژیتریان میخوریم. خودم تبریک باشه به همه دوستا و همه کسایی که اولین میمان ما کسی بود از بیجان قرن گگیازتان باشه اولین میمان ما اسد سکندر بود فکر میکنم و اگر فکر دارم ناشه حفیظ جانم یک تکه کلام داشتنی این آله یک وقفه است گپ چند لحظه است آخر هر کس در فیسبوک هم برش که نمیره دیگر نگو ما هم برش میگم دیگر نگو دست گرفت که گپ چند لحظه است ختم شد آله چی میگن بعد از یک سال آله میگه که میریم یک وقفه میگیریم و بعدا شما نانم تیار باشه شما نان بخورین ما برنامه داریم یک سال قبل که آغاز کردیم بسیار خاطرات جالب داشتیم و برنامه یک سال گذشت و یک سال با دوستای که خارج افغانستان هستن داخل افغانستان با ولایت افغانستان هستن همتون عزیز دل ما هستین و ما با شما کار میکنیم و شما بودین که برنامه تا اینجا رسید و ان شاء الله سال دوم سوم چهارم دهم پنجم هزارم به خاطر تکمیل شود حفیظ جان یک بار دیگه که امی پروموشن قاب گفتگو یادم است که ثبت میکردیم ما این فکر کو که این یک ماه پیش اینقدر زود تیر شد گذشت یک سال سمیمت ها زیاد بود خدا کنه دوستان تا به حال لحظاتشون با ما خوش گذشته باشه و همیشه موفق باشین خب حفیظ جان دایی
جالبی است که امروز روز عاشقا هم بود. یک چیز دیگر ما بگویم باز طرف تصویر میرینه. حتما ان شاء الله. اغه دوستان چې مونږ اوس ګوري ټول ته مبارک وي او زموږ ټیم چې مونږ سره ډیر همکاري کوي او مونږ سره دی یو کال تیر شه تیمی که با ما هستن نامشون رو میگیریم که کل عزیزایی که با ما در پشت صحنه شما نمیبینین کار میکنن واقعا قابل قدر هستن. ظریف جان زیاد اینا میکشن. ظریف جان از در بخش ای که امرای ما پاکاری و یا میکنن که کل ما یک جای در میکشن افتخار ظریف جان. خیلیدان گفتی که ایلاسا رو نمیشه دیگه گناه خودش. من این آما رو میگیرم تمام شد امید دوستا بشنان. در بخش کمره زبی جان واقف است، فراد جان است، شکیب جان است، اسمت جان است و یکی از دوستای دیگه ما که در بخش بخش صداست و ای جان است که همیشه هم کار بودن. در بخش میکیاش کی است؟ خانم پروین جان است. پروین جان است. قدیر جان آموزگار در بخش مکسر است همراه سمی جان مصطفی زاده. یک گپ دیگه درباره وای جان بگیم. وای جان که میه اینقدر عموت یک اخلاق خوب داره خوش می اتو ما دل ماست که میگم دو مایک بند کن غیره. یوسف جان فراموش نکنیم که باش بگیم کش نامر ما می جان پاسو قصد دو قطعه. در بخش نور آرون جان است، فضل الله جان، سعید ایوب جان کسی که در بخش تنظیمات کار میکنه برای ما یوسف جان عنفی است و انجینیر صاحب احسان هم همکاری میکنه و کارگردان مصطفی جان نوابی. این تمام به افتخار مصطفی جان نوابی که زیاد کار میکنه. به افتخار تمام دوستان بسیار بالا به افتخار تمام دوستان ما مختار نک زیاد زیاد تصویر ما بسیار بسیار زیاد تجربه بالا دار. یعنی مصطفی امی دایرکتور که اسنی یه قدر میفهمه قدر نمیفهمه که دیگه دایرکتور میگه که تنظیم مشوره که از این مشوره میخواد میگیره تصویر تا زیاد میگیره. نه بدون زیادی جان بچه خودش زیاد تعریف کرد بخاطر مسئله فیسبوکش زیاد تعریف میکرد. یک مسئله بسیار جان روز جمعه البته 14 فوریه دیگه خانم فرزانه که غلط نکنیم روز عاشقا بود البته روز ما پوپل بود فکر نگیم. جالبی است که خب کل دوستا شد شروع هم تفکر کرده باشن که بچه دست رازی نکنیم باش میرم خیلی سیدیم نیمار نبر یک چیز بسیار جالب است که کل دوستا فکر کردن که ما روز آشکار تجلیل کردیم یا وقتی که 14 فوریه امروز است کیو مصادف است با اولین سالگرد قاب گفتگو که بخیر دو سالگی را بخیر تکمیل کنه 3 سالگی را و ای که در فرهنگ ما نیست هیچ وقت ما پشتیبانی هم نمیکنیم. منتها بعضی چیزهای جالبه که در خارج از مرزها با اتفاق میفته. قاسم جان یک تصویر آورده چی است قاسم جان؟ پیش از لالا امی باز برنامه پیسی از ما برای ما معلوم است بیادر قدم و کیک که آوردی به قرض آوردی قیمت خود دو قیمت نیست ما باید بریم دکاندار جالب جاست که دوری بر دفتر دکاندار چی بگم میگه گفتم به قاب گفتگو میگیرم بجا نوشته کردن قاب گفتگو واسه میگه والا می نام برام بگیرم و جیسر بگه نام برام بگیرم تشکر کلام دکانش نگویم. افیز جان روز عاشقا بود و او با ما دو سه روز پیش از روز عاشقا که خانم خود همین روز تجلیل کرد نام فرهنگی تجلیل میکنه. خب مقصد در این دست یک رئیس جمهور تجلیل شده. بله بله برای خانم خود این تصویر جور کردیم که دی خانم خود خفان بود بعد چطور شد خود در روز عاشقا حتما آشتی کردن رئیس جمهور با ما همراه خانمش خوش آمدن بای بای تجلیل است همین دیگه. بله بله بیام اپی جان تصویر دو عاشقه که به نام چی است خانم بردنه؟ رومیو و جولیت و جولیت رومیو و جولیت و یام تصویرهایی هستن از دو عاشقی که عشقشان ماندگار است و یام شیرین و فرهاد. شیرین و فرهاد شیرین و فرهاد تصویرهای زیاده که البته این فیلم ساختن دیگه خب فکر میکنم که چی شد شیرین فرهاد اول بود دوم رومیو و جولیت هست دومش رومیو و جولیت هست اولش شیرین عشقای واقعی که همیشه ماندگار بله عشقای واقعی است واقعا عشقای ماندگار است که تا حال مثلا لیلی مجنون کارشناس مسائل عشق لیلی مجنون تا بال هم به حساب سر زبان هستش هست مثل شیرین و فرهاد که از تاجکستان بودن و همچنان لیلی و مجنون آدم خان و درخانه از عربستان و قاسم جان مرضیه پوپل و عقله ترکش نگی نام ترکش هست پوپل و چیز سکینه نام هم بگی دیگه پوپل و میمونه ولی یعنی عشقای واقعی وجود داشته وجود داشته و تا حال یعنی همو داستان ها و ایناش تصویر بسیار زیبا اونجا بودن از ایروز از ایروز کلگی تجدیل میکنه در کل دنیا منتها ما دمیروز برابر شد که قاب گفتگو یک سال شد در
14 فوری مجبور ما تجدید کنیم از خاطر یک سالگی ما به حساب از اینکه ما شقانه قاب گفتگو را دوست داریم وقت محدود است بریم به طرف مهمان ویژه و ما برم عفیز جان خورخنده ما بیارم این بار به مناسبت سالگرد قاب گفتگو یک خورخنده نازنین ما دعوت کردیم خودم میرم به احترام شورا میارم دوست از اینجا برو که از نزدیک شو که زودتر بیاره چون خب الکشن فرزانه جان بایسکل پوپالا بگیدین بغل سوچ کشن پر الکشن میبره دو فرزانه جان تا که مهمان مهمان پذیری میکنن ما شما یک وقفه میگیریم باز وقفه ادامه برنامه قاب گفتگو و بازم بر شما دوستا یک سالگیش تبریک دوستا عزیز دوباره خوش آمدین و بازم اولین سالگرد قاب گفتگو یا سالگری قاب گفتگو بر تمام شما تبریک باشه. حالا فرزانم را خورخونده شما معلوم نشد چی شد. پشت خورخونده خود شاید برسه. به وقت مخلص بودن پشت ماش نرفته باشه به جناب تو. نه ما میگم که نه مثلا این خورخونده سلام علیکم. بسیار خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم دکتر خوش آمدید. بخیر صد تا بخیر هستین. تشکر زنده باشین. سلام علیکم بفرمایید. فرزانه جان فرمایید. شرکت جان. خوش آمدید. سید آقای که خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. دکتر صاحب گل خاطر چی آوردید شما صاحب؟ به نام خداوند بزرگ و مهربان اولین سالگرد برنامه قاب گفتگو را به شما گویندگان موفق و همچنان همکاران تکنیکی و نشراتیتان و به تمام همکاران تلویزیون طلوع تبریک عرض می دارم. زنده باشید. با امیدی که یک سال موفقیت بیشتر داشتین، سال در سال که در پیش رو دارین موفق تر باشین. زنده باشید. و این برگ سبز و توفیق درویش است به تمام برگ گلابی توفیق درویش. بله به تمام همکاران قاب گفتگو. زنده باشید. تشکر. خیلی تشکر. لطف دارین زنده باشین. بانو انارکلی هنریار یکی از کسایی است که عضو مجلس سنای افغانستان هستند و وظایف بسیار زیاد را دارند که فرزانه جان یک وظایفشان رشته کردن میشه که بگوین فرزانه جان؟ بله من حیث معلم هم بودن سناتور بودن این رازها یه هم فرزانه جان عضو لویه جرگه قانون اساسی عضو جرگه امن افغانستان و پاکستان عضو جرگه ملی مشورتی سال عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر فعال حقوق بشر و فعال حقوق زن و همچنان رئیس زنان اهل اونود هستند اینقدر کارها این کارهایی که فرزانه جان ذکر کردن به یا چگونه است یک جدول دارین که رسیدگی کنین به همشان بسیار فشرده اگه بگوین تشکر البته ما باید پلان داشته باشیم در زندگی مثلا ما که انگامی که خاطرهای جالب هم دارم از لوی جرگی تصویب قانون اساسی اولین بار بود در زندگیم که من در صحنه داخل شدم پیش ازی درست است که من متعلم بودم باز محصل بودم که در صحنه داخل شدم و یگانه ذهن در اون زمان که یک ذهنیت برم ایجاد شد که من باید بر زنان کار کنم از حقوق زنان دفاع کنم این یک ذهنیت بود که در اون زمان برم ایجاد شده یعنی در زمانهای مختلف چون لوی جرگه ها از زمان لوی جرگی قانون اساسی تا لوی جرگی که گذشت ما افتخار عضویتش داشتم امیدوار هستم نظرات را که در اوجه ارائه کردیم به نفع مردم افغانستان باشه آمد به فایده مردم افغانستان باشه و طبعا ما باید اگر کوشش کنیم زحمت بکشیم و بیشتر کار کنیم کمتر به خود وقت بدیم بیشتر به کارهای خود وقت بدیم میتونیم بیشتر به همه چیز برسیم بله خانم انارکلی خب کار و سیاست اینا رو میمونیم به جایش میایم سر اصل موضوع اصل موضوع زندگی شخصی درباره زندگی شخصی شما به شما بفهمن دوستا چی تعداد بله از فامیل ما اصلا از ولایت خوست هستم مادرم از ولایت گردیز است اما دورانی که پدرم کامیاب شد به فاکولته کابل آمد و وظایف دولتی را داشت ما خودم در کابل تولد شدیم و زندگی خود در ولایات مختلف کشور چون پدر وظایف دولتی داشت در هر جایی که تبدیل میشد ما همراهش میرفتیم وظایف خود انجام دادیم خوشبختانه اظهار سپاس میکنم از والدین خود که مرا تاییدم حمایت کردن و امروز ما جایی که رسیدیم طبعا استادایم بوده و یا مدرسانه های محترم تشکری میکنم که همیشه کارهای مرا انعکاس داده که امروز مرا مردم میشناس البته من قدردانی همه را دارم و خواستن از مادر پدرم اظهار سپاس میکنم که واقعا مبارزه کردن با رسوم و ننات ناپسندی که داشتیم و مرا در یک جایگاهی رساندن و تا امروز مرا حمایت میکنن به یاد ما همیشه قدردانی میکنم از زحمات والدینی که فرزندان خود حمایت میکنن
خود دعای پدر و مادر و سایه پدر و مادر همیشه باشه برای همگی و بسیار لطف دارند مقابل اطفال خود. خانم نریار از این قصه کنین که در مکتب چیگونه بودین، شوخ بودین و دوره مکتب چطور گذشت؟ از دوران مکتب شما سوال کردین، ما شاید بگویم که امروز که در این جای رسیدیم ما فکر نمی کردم، بخاطر از اینکه ما بیش از حد بی‌جرأت بودم، هیچگاه در صنف شوخی نمی کردم و همیشه در ساعتای تفریح بیرون نمی برآمدم. حاضری پیشم بود، چون اول نمره صنف بودم حاضری را پیش خود می گرفتم و می شتم، و وقتی که در صنفای بالا رفتم همیشه کوشش می کردم که درس بخوانم. ما 12 سال مکتب در 8 سال خواندیم، امتحان لیاقت دادیم و می شتم در صنف که درس بخوانم، درس جدید را که استاد می ده حداقل یک کم بفهمم که از تشریح استاد چیزی بگیرم. بسیار به حد بی جرأت بودم. آل در مجلس که قرار دارین، بعض اوقات یگان درگیری ها میشه، یگان گپ میشه، قسم به جرات هستین خود به طرف میگیرین یا کوشش میکنین طرفداری یکشانه باشین؟ تشکر. البته ما با همه اعضای مجلس سنا و از اردو مجلس شورای ملی احترام همه را دارم و درست است یک مسئله عادی است که در پارلمان های جهان چنین مسائل رخ میده و ما همیشه خواستیم، کوشش کردیم که بی‌طرفی خود حفظ کنم و کوشش کنم که اگر باز می ترسین از والد گوشه می گیرید؟ بعضی اوقات میشه، امکان دارم ترس به آدم ایجاد شود. ما کوشش میکنم در او زمان بی‌طرفی را حفظ کنم و دیگر کوشش کنم همین درگیری که شده اگر ما بتانم حل بسازم. همیشه چون بیشتر ما دورانی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم، یگانه وظیفه ما میانجیگری هم بود که چون مشکلات خانوادگی که بود کوشش میکردیم که از طریق میانجیگری حل کنیم. به این خاطر کوشش میکنم همیشه بی‌طرف باشم. طرف چطور هستین در آشپزی؟ کدام غذا را خوب میسازین؟ البته ما فکر میکنم که هر انسان باید حتی بتانه مشکل خود حل بسازه، اما زن و مرد. آشپزی تنها وظیفه زن نیست. نظرم است امور منزل مشترک است. به این شکلی که بیرون ما و شما مشترکاً کار میکنیم، در خانواده هم باید وظایف تقسیم باشه، همه ما سهم بگیریم. به نظر به غیرت ما صدما میرسه. مگم خانم آرکلی حتما آشپزی را سر پدر اولادو میکنین که رقم نه احترام نیست که مثلا نوبت شوه. ای خو منظور شما ایتون نیست که یک روز بله هدف ما این است، هدف ما این است که هر کس احساس مسئولیت داشته باشه. اگر خانم مریض می باشه باید از یک چیز احساس مسئولیت کنیم. وقتی که بیرون هم ما کار میکنیم و در داخل هم باید در خانه داخل خانه احساس مسئولیت کنیم. ببینین از هر کسی که ما پرسان میکنیم، یعنی میخواید دیگه پس ما بر زن خود تخم پخته کنیم؟ مثال عیب نیست، نه پخته کنیم. خانم جارو کنیم، خانم تن چی کار میکنن؟ میگن بیکار است. آیا یک خانمی که در خانه است بیکار است؟ بزرگتری وزیف را انجام می دهد. درست است، ما هم احساس مسئولیت می کنم در زندگی خود، بر علاوه اجرای کارهای اجرا می کنم. ما دسترخان بر خانم خود، خانمان اونر یار چرا ایتو می کنی؟ ما دسترخان بر خانم خود اوار کنم، بگم نان برش بانم، تو خون پخته کنم، داریش بانم که بگی بخور. نه اون تو نیست که خانم بیکار باشه. نه اون تو نیست، ما قبلا گفتم که از یک فرد که پرسان کنین خانم تن چی کار میکنه میگه بیکار است، در حالی که تربیه فرزندان امور منزل یک کار بسیار بزرگ است. به خاطر ما من حیث یک انسان احساس مسئولیت مورد یاد کردین. شما یک جایزه شجاعت ما و خشونت علی زنان از طرف وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ هم گرفتین. چی فوق‌العاده‌ای داشتین، چی فعالیت داشتین باعث ازی شد که شما جایزه را بگیرید؟ تشکر. البته جایزه محو خشونت و شجاعت که من گرفته بودم در سال 2011 بود، دقیق سه سال قبل میشه که از طرف یونسکو برم داده شده بود، که بالاخره چون یونسکو همکاری های بیشتر با در قسمت فرهنگی با وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان داره و وزیر محترم اطلاعات فرهنگ هم یک برنامه را در کابل گرفتن، یک برنامه تشویقی را. و طبعا ما تقریبا در این جایزه 2 سال قبل کاندید بودیم. بله. البته پیش قبل سال 2011 و اینا تحقیقات را که خود یونسکو انجام داده بودن، ما فکر نمی کردم که به ما این جایزه نصیب ما شود. بالاخره یک روز به ما یک تلفن تماس گرفتن که شما برنده جایزه هستین و در تاریخ 9 دسامبر جایزه به شما در مرکز دفتر یونسکو در پاریس داده میشه. و ما جای تعجب بود و واقعا ما فکر میکنم که شاید از ما کرده بیشتر از هموطنهای ما هم از زن و مرد باشن که بیشتر خدمات را انجام میتن، خدماتشان قابل قدر است. اما ما این جایزه را به نمایندگی از همه کسایی که زحمت میکشن در عرصه حقوق زنان، حقوق
حقوق بشر ما گرفتیم و این ارتباط تمام شما خانم نریار در رابطه به تاریخچه خود یکی خو وحدت ملی ما هست که تمام اقوام گرده هم باید باشن و سکه ها یا اهل هنود کسایی هستن که در بسیار گذشته ها در افغانستان بودن. بله. اگه دقیق بگوییم که چه تعداد است در ولایات افغانستان، در کدام ولایت ها زیادتر هستن و چگونه راضی هستن از زندگی خود و انشالله که کدام گپ خود ما تا بال ندیدیم و نشنیدیم همیشه حمایت میکنیم که کلگی افغان است و تابعیت افغان در افغانستان دارن. تعداد عمومیش چقدر خود تشکر باشد. البته بسیار سوال جالب کردین که امروز هم بعضی از هموطنای ما به می فکر هستن که ما هندیستیم نه افغانی. بله. یا مدت زمان آمدیم مهاجر شدیم و تابعیت افغانستان گرفتیم که مرا زیاد رنج میده که او گونه نیست جز از افغانستان جز هستن. از این دو سکا باشندای اصلی افغانستان هستن، این دو سکایی که در افغانستان تابعیت افغانستان دارن. بله. و در ولایات مختلف کشور زندگی میکردن، ولایت شمالی، جنوبی، شرقی، در هر ولایت که فعلا در بسیاری از ولایت نیستن اما نشانیشان نیست که در هر ولایت از خود جای داده و زمینا دارن. فعلا در ولایت ننگرهار، غزنی، هلمند، قندهار و در کابل در این ولایت بیشتر زندگی میکنن و تعداد از فامیلا در هرات هستن، یک فامیل در مزار شریف است، تعداد 8 فامیل در کندز هستن. اما نفوس یک لکی ما یا بیشتر از او که قبل از جنگ ها در افغانستان بود در طول 30-35 سال جنگ در افغانستان مهاجر شدن رفتن نیستن. بیشتر از اینا در کشور چون امکانات بیشتر نداشتن که به کشورهای اروپایی برن، بیشتر به کشور همسایه هند رفتن و یک تعداد بیشتر فعلا در کشورهای اروپایی، لندن در جای هستن. اما ما امید دارم، آرزو دارم که همه مهاجرین افغان، هندو و مسلمان برگردن به کشور خود. ما خدمت کنیم به کشور خود و کشور خود کشور بسازیم که واقعا قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان. شما در بین فامیل اردو صحبت میکنین یا افغانی؟ البته درست که ما زبان پشتو و دری زبان ملی ماست. بله. و ما اصلا زبان ما زبان پنجابی است که ما صحبت میکنیم، مثل که هموطنای مختلف ما یا ترکمن هستن ترکمنی صحبت میکنن، ازبک ها ازبکی صحبت میکنن به می شکل، و مادر پدرم پشتو صحبت میکنن و با ما با زبان پنجابی صحبت میکنیم. یعنی دو زبان در داخل خانه ما و تا بیشتر وقت دری هم صحبت میکنیم، دریام میگین، پنجابی هم میگین. مادرم پدرم ببخشید ما یک سوال در اردو میکنم، شما خیلی میرید در اردو جواب بدین. ما اردو مقا خوب نیست. تمہار کیس کیسی گانا بہت اچھا ہے پسند ہے کیونکہ ہمارے لینگویج ہندی اور اردو نہیں ہے، ہم گھر میں پنجابی بات کرتے ہیں اور پشتو دری، کیونکہ ہمارے نیشنل لینگویج پشتو اور دری. خانم فرزانہ آلسو یہ بہت اچھا بات کرتے ہیں اردو زبانای رسمی ما شما که در این پشتو است و جالب است که یاد دارین شما و بسیاری از دوستای ما افغانای عزیز ما که اهل هنود هستند یاد دارن پشتو و دری صحبت میکنن و بسیار سلیس و روان صحبت میکنن که هیچ مشکل ندارن. خوب است در مکاتب درس میخوانن و کدام مشکل خزو لحاظ ندارن؟ من فکر میکنم زبان وسیله افهام و تفهیم است. دقیقاً. هر زبانی که باشه ما باید فکر نکنیم، هر قدر زبانهایی را که ما یاد داشته باشیم به نفع ماست، در جایی که میریم میتونیم مشکل خود حل کنیم. اما بیشتر ما باید زبان ملی و زبان های رایج کشور خود، ازبکی، ترکمنی، پشه یا پنجابی، اینا رو باید رشد بدیم. و در مورد تعلیم شما سوال کردین، درست که تعلیم حق اساسی است و در مکاتب ما درست است که اطفال ما یک سلسله مشکلات اجتماعی که وجود داره، جنگ ها در افغانستان باعث شد که سطح آگاهی مردم پایین بیاید، بیسوادی بالا بره و بیشتر مهاجرت های داخلی صورت بگیره، بیشتر از هموطنان ما در مورد این دو آسک آگاهی نداشته باشن و فکر کنن که نا یک اجنبی هستن و از طرف اطفال اذیت و آزار میشن که بالاخره ما سال گذشته که امسا دو سالش گذشت، البته که سال که میایه سال سوم شروع میشه، دو مکتب وزارت معارف، دو مکتب اختصاصی را برای، یعنی مکاتب دولتی است ولی برای اطفال هندو است که یکی در کابل ایجاد کردن، یکی در جلال آباد که اطفال در اونجا درس میخوانند. غیر از این دیگر اطفال ما مثلا که صنف های بالا هستند در مکاتب خصوصی و دولتی درس میخوانند، اما یک تعدادشان از اذیت آزار رنج میبرند. بله بله، خبر داده چه خبرم دیر اگر نیستی بگده نیستی رشته تاسو و نریار سه غواره چه تاسو اولادونم پس سیاست کنی دی اکلا که معلومات غواره. البته دی سوال تا نگوارم جواب برکنم. یکی از بامی پرسش اخیر ختم میکنیم بخشه که خانم نارکلی که
یکی از خاطرات بسیار شیرینی که داشتین، همین پرسش همیشه تکرار میشه، بخاطر بسیار پرسش جالب است و چیزی است که پیش آدم میمونه همیشه. خاطره ای که بوده که زیاد بر شما جالب بوده، همیشه یادآوری میکنین از او در بسیاری جایا، و اگر به ما یادآوری کنین با می خاطره تان بخش ختم کنیم. تشکر. زندگی مملو از خاطرات تلخ و شیرین است. دقیقاً. همیشه ما قدر خاطرات شیرین وقتی میدانیم که در تلخی قرار بگیریم، اما باید تو نباش، ما باید قدر زندگی را بدانیم. درست از خاطرات مختلف در زندگی است، اما خاطره جالب ما است که بیشتر باعث موفقیت ما شده. البته ما موفق نیستم، باز هم میتونم یک، اما خاطری است که من همیشه وقتی که امتحان میدادم در مکتب میرفتم، همیشه استرس داشتم، تشویش داشتم و میترسیدم از امتحان، با وجود که اول نمره بودم شب روز درس میخواندم. بله. اما امتحان که میدادم وقتی که خانه میرفتم، همیشه پدرم پرسان میکرد امتحان بخیر گذشت یا، میگفتم یک سوال من مشکوک هستم درست حل کردیم یعنی، پدر میگفت مهم نیست، مهم است که خودت به فردا آمادگی بگیری، هیچ تشویش نکو. این یگانه هم خاطره شیرین است و یک هم یک تجربه است که به همه هموطنای ما باشه، ما باید همیشه قدر زندگی را زنده باشین. اونار یار سربازی که آمدین، تشکر، موفق باشین، موفق هستین انشالله، و در سال دوم و سوم قاب گفتگو به خاطر سالگری شد، باز شما رو دعوت کردم. تشکر. باز هم من به همه شما تبریک میگم اولین سالگرد، و با امید عزیزم که زنده باشیم و سالگرد دوم و سوم را وقتی که تجلیل میشه ما هم بتانیم شرکت کنیم. زنده باشید. تشکر. افتخار نریار صاحب. دوستای عزیز، تشکر از شما بودیم. میریم با یک وقفه، بعد از وقفه بخش سینما و تلویزیون فراموش نکنید. دوستان دوباره خوش آمدین، مهمان بسیار عزیزی داشتیم و تشکر از که آمدن. حالا مهمان دیگه که رسیدن، مهمان هستن، صاحب خانه شدن دیگه. یک سال گذشت، تبریک باشه سالگری قاب گفتگو برای خودت و آزیتا جان هستن، به افتخار آزیتا جان نزدیک. آلا دا تعمیر قاب و گفتگو برای تو تخت ساختیم، خوب؟ راست میگین؟ آلا تعمیرش برای تو تخت جور کردیم، اونجا میباشید کلی ما شما خود تاقه داریم که یک تعمیر از خواه خانه است نی؟ دو تاقه کار کرد فامیل وارستیم، بفرمایی نازده جان. خب دوستا، فیلم که تازه به بازار البته تبریک کار است، وقت گفتم تبریکی سلام علیکم، یادتون رفت خیلی هم گفتین از هر دو طرف هم گفتم. خب بگید میمان اول برنامه قاب گفتگو کی بود؟ با بلیندای عزیز با چی بگویم؟ بگو. خب اول یک چیز برام جایزه بانه میمه برتم جایزه اینه بگی بیرو برنامه بیرو برنامه دی من بارد یک خوب کافی میخرم. خب خیمه میگم اسد سکندر بود. راستیان پارسال که شروع کردیم برنامه را، اگر دوستایتشون باشه، اسد سکندر بود که یکی از هنرپیشه های بسیار موفق باشه. بله. حالا دیگه این برنامه را که باز آغاز کردیم، به یک سالگی که دو سالگی بخیر بره به پیش بریم، خانم انارکلی هنریار بود و ببینیم که باز در سه سالگی که می باشه. خب آیزا جان، اماما لانی را برتان معرفی کنم. اماما لانی من اماما لانی کسی است که مثلا اماما لانی در 16 اکتبر 1948 در هندوستان به دنیا آمده و لقب دختر رویایی را از آن خود کرده و فعلا 63 سال عمر داره. ازدواج کرده، همراه درمندر ازدواج کرده، در 2 می 1980 ازدواج کرده، دو فرزند داره که ایشا دیوال و هانا دیوال هسته و فعلا هم گفتم میتونیم که خانواده هنری گفتم میتونیم، چون دو پسر اندرش هم البته که باب دیوال و سنی دیوال هست، اینا هم هنر پیشه موفق سینما هستن، اینا ما این مادر اندرشان هست امام مولانی و خود امام مولانی خانم اول در بنده فیلم اولش سپونکا سوداگر است که در 1968 در بازار آمده بود و در فیلم های بسیار زیاد نقش بازی کرده، بیش از 150 فیلم نقش بازی کرده و فیلم های بسیار زیاده در جایزه بسیار زیاده از آن خود کرده و هنرپیشه بسیار موفق سینمای هند است دوستا. و یکی از کارهایی که البته بسیار زیاد دوست داشت خودش، یه دخترکایش از کنان دخترکایش است، خودش از خود درمندر است و دختر کلانش است، دختر کلانش هم ازدواج کرده و دختر خودش هنوز ازدواج نکرده، هر دو دخترایش و دو پسراندرایش دیگه. بله. و یه هم دو دخترش و خودش از دوستا که به تصویر
میبینیم. و یک جالب یک معلوماتی که من در اینترنت خوانده بودم، امی خود سنی دیوال و بابی دیوال هیچ وقت راضی نبودن که خواننده‌هاش در سینما کار کنه و تا حالا هم امی خوش ندارن. خب امامالانی از غذایی را که دوست داره فقط از خوردی علاقه مندی داشت به گیاهخوری، یعنی چیزایی که غذایی که از گیاه آماده میشه او را دوست داره، به جز روزن گیاهخوری و از گوشت سخت نفرت داره. بله از گوشت سخت نفرت داره و چه سال هم است که در سینما هندوستان کار میکنه. و یک خوبی دیگه از یامی است که از رنگایی که زیاد دوست داره، رنگای مورد علاقش سیاه و سفید است و از ایوانی که بسیار زیاد تر زرا میترسه، یعنی است که نه همه گی یعنی بعضی از خانم‌ها هستن که میترسن. موش 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 از و راز موفقیت خودم دایی گفته که یعنی راز جوانیشم دایی بوده که چون هیچ وقت از گوشت استفاده نمیکرده، همیشه وقت از سبزیجات فرزانه جان رو خاطرم هست. اینا مامولانی قاب گفتگو، مامولانی قاب گفتگو ما چی میگه؟ فرزانه قاب گفتگو است مامولانی تر ما میگیم. نه زنده باشی، از شکیرا تا ما خودم فرزانه هستم، نمیخوایم کس دیگه باشه. خب اینا تصمیم جان میشه در مورد این بر ما بگی که ما هم اگه خسر پوشیدیم ما چادر مسخ پوشیدیم فرزانه نام روز شکار برتان تبریک میگیم. ما خودت تو زرد پوشیدیم. این سوال تو قریب است که برای بگیری اول. دست کنه از جان ناکام مانده. او خیلی اگر بازی. البته امروز برابر زمیر و تو کده بودن. تشکر از آزیتا جان. تشکر از آزیتا جان. میریم با یک وقفه. حال یک وقفه میگیریم. گپ چند لازم. دوست عزیز دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه قاب گفتگو است و بخش ورزش شما رسید. همکار ما فرخنده جان نیستن، خدیجه جان خیر بینن که آمدن به جایشان و این بخش پیش میبرن و برزیا تبریک میگیم یک سالگی را. سلام خدمت شما بیندای عزیز کامل از بیندی برنامه قاب گفتگو هستین. با امید صحت و سلامتی هر یکتان و تبریک باشه یک سالگی قاب گفتگو به شما عزیزایی که سرسخت علاقمند برنامه قاب گفتگو هستین. با تبریک به شما همکارایی که تا یک سال زحمت کشیدین و به دل بیننده ها برنامه را تقدیم کردین. شما تبریک میگیم و زیاد تبریک میگیم. باز دوباره بر پدر جان زنگ بزن بگو ما یک پختو. خب ما خوشحالیم که سالگی قاب گفتگو که ده سال دومش بخیر شروع میشه امروز میزبانتان هست و با چند رویداد ورزشی فرخنده جان نیستن و امروز آمدیم چند رویداد ورزشی را براتان آوردیم به امید اینکه به مدلتان تقدیمتان کنم. عقل کیکی که به فرخنده جان نگاه کرده بودیم اونجا از دانتان شیرین کنین باز پس که برنامه خلاص شد. حتماً حتماً. اینا میریم به طرف اولین خبر. خب اولین خبر از بازی های المپیک زمستانی براتان شروع میکنم. بله. خب تصویر تماشا کنین. 22مین دوره المپیک زمستانی یا یک تجلیل بود دیگه از بله. از هفته فوریه در شهر سوچی کشور روسیه آغاز کردید. در مراسم افتتاحیه این رقابت ها آمد کرده رئیس جمهور افغانستان به عنوان میمان ویژه در ورزشگاه در این ورزشگاه حضور داشت و این مسابقات با اشتراک 2800 ورزشکار از 88 کشور هست که تا تاریخ 23 فوریه ادامه خواهد داشت. افغانستان متاسفانه که هیچ نماینده‌ای در این مسابقات نداشت. ان شاءالله که داشته باشد سال‌های آینده. و این اولین بار است که کشور روسیه میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی میزبانیش به عهده گرفت و در بازی‌های المپیک زمستانی ورزش‌های همچون سکی، هاکی روی یخ و اسکی روی برف انجام میشه و در مجموع 15 بازی در المپیک شامل است. و دیگه میخوایم براتون بگویم که این مرد پلاستیکی وای نبود؟ سه کشور کاندید بود که خوشبختانه روسیه تانست میزبانی میزبان از این بازار باشه؟ بله. کدام کشور بود؟ کشور کانادا، اتریش و روسیه که بالاخره روسیه تانست که میزبان شد. همونجا مثل از اینکه نتیجه اعلان میکنند دیدین امو دوست که ورقه دور دادن سوچی. نام سوچی روسیه بود که کشورهایی که از لحاظ ارزش و از لحاظ از اینکه زیاد پیشرفته هستند و امو چی میگن توانایی میزبانی همشو بازی ها را دارن، بازی ها کاندید میشن بالاخره بازی یک کشور میبره که بازی از لحاظ اقتصادی هم اهمیت داره، مثلا چقدر مردم میه، چقدر تیاره هر چیزش که ما شما حساب کنیم کلش آید است برای کشور. از این خاطر دیگه ما دعا میکنیم که افغانستان عزیز ما مثل از این کشورها که از زمستان چی میکنن تجلیل میکنن و ورزش های مختلف اجرا میکنن که ما از امید درد چوب و زغال این چیزها رنج نبریم
ما در بجای ازی به ورزش بریم، ورزش های زمستانی رو انجام بدیم و افغانستان از جمله ازی کشورها باشه که بخیر دیگر از کاندید باشن و برن در این مسابقات اشتراک کنن که در مسابقات زمستانی و المپیک زمستانی هم ما این چیز داشته باشیم. بریم طرف. بله، یک خبر خوش برای طرفداران لیگ قهرمانی اروپا. بله، و تصویر تماشا کنین، مسابقات مرحله از وی لیگ قهرمانان اروپا با شرکت 16 تیم برتر اروپا از سه شنبه شب هفته آینده آغاز میشه و شما میتونین اینو به صورت قانونیش از شبکه طلوع لمر تماشا کنین که امکان ما زحمت کشیدن و هر شب میباشن تا و سه شنبه شب ساعت 12:15 بازی منچستر سیتی انگلیس و بارسلونای اسپانیا را به شما تقدیم میکنم. بله. و چهارشنبه شب شما میتونید مسابقه آرسنال و بایر مونیخ را تماشا کنید. بسیار خوب. و مسابقات لیگ قهرمانی اروپا بهترین و با کیفیت ترین مسابقات فوتبال در سطح جهان میباشد که بین بهترین تیم های فوتبال اروپا همه ساله برگزار میشه. ریال مادرید با 9 قهرمانی بیشترین قهرمانی را در لیگ قهرمان اروپا به دست آورد. نامش چی بود؟ نامش چی گرفتین؟ ریال مادرید. ریال مادرید. خب یکی از مسائلی که باید یادآوری کنیم دوستان که لیگ قهرمانان یکی از معتبرترین لیگ های دنیا هست و مسابقات دور حذفیش آغاز شد و این مسابقات به طور قانونی که حقش خریده طلوع و لمر نشر میکنند ساعت های 12 و چند بود؟ 45 ساعت 12:15 12:15 دقیقه شما میتونید ببینید به صورت زنده است طلوع و لمر و این مسابقات تماشا کنید که پریزنترش هم تو تاخیل است دوستای ما زیاد هستند دیگه یک شب یکی میمشه یک شب دیگه و خدمت شما حاضر خواهد شدن منتها بدون کدام لوگو بدون کدام چیز همین تو صاف پاک ببیننش. یکی از مسائلی که قرعه کشی چلنج کپ هم دوستا دیدن روز چهارشنبه بود که دوستا تماشا کردن و ان شاءالله که افغانستان خوب بدرخشه دعا کنیم که بریم به مسابقات جام ملت‌های آسیا که در استرالیا برگزار میشه و در اونجا یک دستاورد بزرگ داشته باشیم. اگه شما فکر کنین که افغانستان دو مسابقات که جام ملت‌های آسیا است که کل آسیا اشتراک داره آیا افغانستان برنده شد و آیا چی یک جشن به افغانستان برپا خواهد شد؟ از اون جشنی که شده بود از اون کار بود از اون چند سی چند یا را شاید من فکر میکنم که یک سه هفته رد در جشن باشه یک قسم یک رقم نانز دادی که این رقم بیادر قنده ما بالکل نمیتو امو سنه در زین ما سنه را تصویر کردیم باید از کل اگه تا یک هفته مکمل در بیرون باشن نانای خدا بگیرن در بیرون بخیر از این مسابقات چلنج کپ که موفق شدیم تو خدا خانه نداری ما میدونم من میگم مثلا همون زمین بهش مساعد کردی مسابقات چلنج کپ بخیر برد اونجا میرم خدیجه جان دیگه کدام گفتنی خلاص شد تشکر از شما که برام وقت دادین تو یک چند خبر ورزشی که دوستان منتظرش بودن امشب فرخنده نبود خواستم که چی نتونستم مثل که فرخنده جان همیشه خبر را تقدیم بسیار معمول پیش بردین چون ارکس هم مسلکش من هم کوشش کردم که به مو نه شما هم مسلک هستید مسلک شما امور دبستان است و فرخنده جان ورزش زیاد درباره ورزش معلوماتش زیادتر است اما متاسفانه که از من کمک کم است خدیجه جان یک چیزی که داخل بگوین که باز با شما خدافظی خود کردیم خدافظی نمیگیم که برنامه خود خاط بودین تا پرسانه که امی کسی که زیاد دیگه پا میپره و در گپ زیاد گپ میزنه تا طول یک سال که مردم بیخی خسته ساخته نه 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 که زیاد دیگه پا میپره و چی میکنه از لحاظ دبستان چی مشکل شد چی بخوره که کم کم گپ شد دلتنجی داره؟ نه یک نه چی بخوره؟ امروز روانی چی بخوره که کم کم گپ شد؟ بیننده کی بوده؟ من هست یک کسی که من تا حال در برنامه های تیوی کار کرده ایم از تجربه خود میگم که او باید چی بکنه که کم گپ بزنه؟ دخالت زیاد او باید زیاد استراحت بکنه چون دپریشن داره و کم گپ بزنن به خاطر که همگی اجازه بده اون نفر میخواد بزنه من هیچ یک همکار گپ نمیزنه من هیچ یک بیننده که همیشه قاب گفتگو را علاقمند هستم چون بسیار میهمانای خوب و وقتی که یک سالگی شد باید یگان مشکلات بده خب حالا اگر سرم خارم شن من برتون میگم که همیشه در بین گپا کی دخالت میکنه او مثلا بجز است نگوید دیدار بعدی خودم تشکر دوست عزیز وقفه گپ چند لحظه بگیم حال یک وقفه است گپ چند لحظه است حالا دوست عزیز دوباره خوش آمدین دیر منان تاسون دوستانو چه مونگ سره مالی است تروسه و خدای دوی که چه طول تروسه خوانده خیسته ده خبرانه نه یا ور ډیره مهمه موضوع چې دوستان ته باید وایو فرزند جانی هفته کمپاین واکسینا است واکسین فلج اطفال شما دوستای عزیز و به خصوص
پولیو ببخشین. بانوهای عزیزی که با یک قطره میتونن که زندگی طفلشان از مرض مهلک پولیو نجات بدن و بخصوص وقتی که دوستای ما سفر میکنن به هندوستان، یک واکسیناتورای هستن که یک قطره واکسین در دهنشان میچکنن و بعد اینا میتونن که سفر بکنن، چرا که رئیس جمهور خود هندوستان هم این کار کرد به خاطر ازی که گفت که همه باید این مرض انتقال نیافه از یک کشور به کشور دیگه و سه کشور برای که باقی مونده که افغانستان و پاکستان نایجیریا هست که این مرض مهلک در اونجا هنوز هم وجود داره. پس دوستای عزیز و خانواده عزیز کوشش بکنین که هیچ طفلتان از واکسین باز نمانه، به هر حالتی که از خود برسانی نگر واکسیناتورا نبیه پشت دروازه یا شما متوجه نشده باشین طفلتان به نزدیکترین کلینیک ببرین و واکسین بکنین. بله، یک مسئله دیگر که دوستان ما گفتن که از تاریخ 23 تا 25 فوریه کمپ عمومی در شرق، غرب و جنوب شرقی آغاز میشه که میای به این ولایت‌هایی که اینجا قرار دارن و در هر دروازه را تک تک میکنن و دوستایی که هستن واکسین میکنن، کسایی که واجد شرط است. بله. مثلا فکر میکنیم از طفل از یک ساله تا شش ساله، پنج ساله گیرد واکسین پولیو میکنه و یک واقعی بسیار خطرناکش که در کابل شد، یک دخترک به نام سکینه کلی خبر شد. بله. که امو زندگی آیندهش تباه شد که فلج شد. بله. و اینمی پولیو را اگه نگیرین بازه تدوی نداره، مشکلی جاست که تدوی نداره. دیروز نه پری روز طرف خیرخانه، طرف خانه ما اوج آمده بودن، در کل کوچه ها میگشتن، حتی دروازه خانه ما رو تق تق زدن، به دردازده که خورده من 5 ساله است. بله. و مک امو قطره چکاندن بعد، یعنی این بسیار خوب است اگر نمی آیند، یعنی مراجعه کنن آدم به مو و کلینیکای که نزدیک خانه ایشان است، ان شاء الله که ضروری است واکسین کنن. خب یک نفرم لاف زدم که کیک بارا ماشم گفتم دو دونیم هزار پا خریدی. جالب است که بعض دوستا لاف میزنن که لاف زدن اینا از دیدگاه آبیجان میشن که چی میگن بارش. ما خودم لافوق نیستم و دوستایم هم لافوق نیستم که مردمایی که لاف میزنن شش تو برخواستم ندارم و لافوق بسیار زود میشناسم. چی تو دیدی که یک کس لاف زده برات چیگونه بودم و پیدایش کردی یا نه؟ بزرگترین لاف بزنیم، باز میگن که شما بسیار زیاد گپ میزنید. نه برده کنیم، کار نباشت دیگه، سال گرده کار نباشت دیگه، گپ میپرین یا گپ میزنین. خب میفهمیم که بعد قند ما مثلا ترتیب و تنظیم گپ میفهمیم که ما گپ میزنیم، کس نفهمه خب گپ نمیزنن. نه راست میگن، راست میگن. دیوالا ایران ماندیم که شما چی کنیم؟ ایام یک لاف هسته لاف بزنم برای تانم. بعض دوستا یک رقم یک عادت میشه برشان که باید از یک چیز کم زیاد میگن، یک چیز کم. مثلا اگه نمیره بگه من 100 روپ یک چیز رو بخرم، این نمیره یک کس رو نمیگه که میشه من 100 روپ شا میگه من این نمیره 1000 روپ خریدم و بدرم 1000 روپ. من تو لاف بسیاری موارد شما مقایسه میکنین خانم ها را، نه که من چم چشمی خانم ها دارم، من چم شهر اندازی خانم ها دارم. کلا گیر میگه لاف دیسی لاف باز مردا زیاد لاف میزنن. یک کس راجع به موتر خود راجع به می که گفتی نه اگر من تو یک موتر خریدم مدل ای اساسی بچا میگه ما هفته است بدون طرف احمد کابل یک چیز تایید کرد که مردا لاف میزنن. این طرف که یک عادت میشه از بعضی دوستا یک عادتشان میشه که باید لاف بزنه و دوباره ماش اگر پرسون کرده باشین اگر تو ماش پرسون کنین اصل 400 یا 500 را پس نه ده دقیقه جای میگه ولای کنیم از داره پس یک نفر دیگه گم شده بود بس جس بود قسیم جان قسیم جان خاطر جان قسیم جان است برام خاطر تناقض کرد. بله بله. یک روز خب یاد که وقت شده اونجا شده یک کس خانم ها دیمه زکبر خان دیدن سلام علیکی کردن عکس گرفتن ما بسیار علاقه مند هستیم، دخترهای شما همراهش بودن. البته آروز خود از اینجا می بردن از لندن آمد، از کجا آمد که ما دو جا می بینیم خصوصا می بینیم که خلاف نیست دیگه. نه دبای نیست دیگه، این کسایی که زیادتر در خارج از کشور می باشن ما را که می بینن اینه زیادتر شاید علاقه من زیادتر باشن یا میگن مشکل می دیم کل گپ اینه می آسته میگه که بالاخره آمدن نکس گرفتن گفتن ملا ما بسیار خوشبخت هستیم خودتا می بینیم تشکر. خب بالاخره گفت که قسیم جان چند ماش داری دیگه اون دخترای شما برایشون بود ما کم نبیم دیگه دیگه ما شکست نفسی کرد گفتم والا حالا 2000 دلار بودی که چی بگم ولی خاک نظر جوش هم یک چیز هم نمیتونی
باز وقتا یک اونجای بد لاف آدم بزنن یعنی فکر کو لاف دام زدید یک اونجای مجبور میشه آدم به نظر من در تاجکستان در ازبکستان اجازه بدن در ازبکستان من لاف زده بودم خوب که باز گیرم من لام لاف از مقصد بس رفتم به تو بیادر قندم لاف زدن شیش مردم آمده بود گفتم شیشون بلا بود فهمیدی که شیشتو میگه دیگه مردم هم بسیار با سیاست شیشتو میگه پایک خدا قاتو پایک هم سلو سلو شورک دادم کسی آمد گفت که ای دوست کی هست گفتم ما کسی هستم بیادر قندم که چند شرکت دارم دو سه چهار تیاره دارم که میرن من دفعه من خاطر چکر آمدم این تیاره و مردم دیگه یکقدر قدر عزت مرا کردن نه که نان دار کی تیاره دار د ملک میره ایلا بر من یکقدر فایده رسان بسو بس خبر شو کی لاف از باز مر پس از خانه جواب داد خانم ما شاید خوب لافوک بوده باشه 2000 بعد نظر نه والا او چون بشری کسا کس واقعا افشون سرمایه دار هستن یا بشری کسا مثلا این پیسایی که مثلا ما شما میگیم بر ما بسیار زیاد است ولی بر اونها بسیار کم است چون خود از اونها هم بسیار با موترهای بسیار مقبول و بادیگار در جوی کشفش بودن باید من چون دخترها و یاشته بود من باید نه مشکل چیز نباید آدم لاف بزن مثل که یک دوست ما پوپل جان میگفت که من این چایار زیر نظرم نمی این چایار نمیخورم من چای افریقایی میخورم یک دوست دیگه ما بود دنبه به دفتر این ضرورت بعضی کسا اونم دل نمیکنن که چیزی که هست بگوین یا چیز بالاتر میگن یا دمن میباشن نفیز جان خود من دست چیزی که میخواین داشته باشن ندارن او را لاف میزنن اما دای خدا بر طریق لاف عادت شون میشن بعضی تو خانمای هم از فیجام خانم خانم هستن که چی چیز نداشته میباشن به خودم چور دین روز نه پری روز دو کرا آورد پاکستان باز بر ما که چیز آورد این چوریه طلا آورد ما یک تاوق داشتم مازور بر ابشری خود دادم تحفه نگا زندگی ما بسیار خوب است دو سه چهار پنج خانه داریم در چیز هم نمیشه خانه که داریم اما چای افریقایی هم میخریم باز چای افریقایی چای دیگه نه چای زعفران گفته بود من چای دیگه خوشم نمیاد که چای زعفران دار نباشه و دیگه هیچ چیز در خانه ای نداره فکر دست همه الان برای زمستان چوب نیست فکر دست دیگه خیشه مام هست خدا در کل کار خوب نیست لاف زدن کار خوب نیست که میکنی یک یک لاف بزنیم که برنامه هم صد ساله شد تشکر از اینکه دوستان ما همراه بودن همیشه موفق باشین مرد 2000 خدای دو که طول همیشه آرام و سی په هر چیز چی هست خارج ملکو که چی هست افغانستان که چی هست همیشه خوشحال و سی زمونگ سرا دیاری که لاره سرو سرو شپک پنزو سراری که ونیسی دغه کودونه چې د سکرین په صفو کې دي دوستان کولی شي چې خپل پیامونه ولیږي خپل صوتي پیامونه او همچنان قاب گفتگو و طلوع ټی وی زموږ ایمیل ادرس دی بریښنالیک همدغسې ده او بل ډېره مهمه لاره چې د فیسبوک لاره ده چې تاسې کولی شئ خپل کومنټونه ولیږئ موږ ته د فیسبوک دلاره نه ډیر زر مونږ ته رسیدلی شي ډیر زر مونږ ته رسیدلی شي او یک ګپ دیګه که چینل رسمی طلوع د یوټیوب در اونجا برین ویدیو های ما را ببینین و نظریات که دوستان میمانن یک جان تشکر تا برنامه بعد خدا حافظ سلام خدا حافظ غروبم خدا حافظ سرزمینم ای هست و بودم زنده باد افغانستان ژوندی دیو افغانستان